شاید بشود گفت که دوران طلایی روزنامه توفیق دوران نخست وزیری امیرعباس هویدا بود. در این دوران از سال 1343 تا توقیف آن در سال 1350 روزنامه توفیق به یک انتشاراتی بزرگ و مجهز تبدیل شده بود و علاوه بر نشریه توفیق که همچنان روزنامه توفیق خوانده میشد، توفیق ماهانه، توفیق سال و کتاب توفیق هم منتشر میکرد. از نظر کیفیت کار هم توفیق رشد قابل توجهی کرده بود. در سال 1350 توفیق در اوج محبوبیت توقیف شد. آیا توفیق قربانی موفقیت و محبوبیت خود شد؟ در بخش دوم و آخر گفتگو با عباس توفیق، نویسنده، کاریکاتوریست، سردبیر و یکی از سه صاحب و ناشر توفیق به این نشریه در دوران نخست وزیری امیرعباس هویدا و علل توقیف آن می‌پردازیم. آقای عباس توفیق، به بخش دوم برنامه به بردگری ویژه خوش آمدید. قبل از این که به توفیق در دوران هویدا بپردازیم، فقط یک سوال کوچیک من دارم راجع به شیوه کارتون. در اون موقع شما در کتابتون توفیق را چرا توقیف کردن صحبت از سیاست درباز میکنید در رابطه با نحوه کارتون در توفیق. منظورتون چیه؟ مقصود من اینه که برخلاف مطبوعات اون زمان که کسانی میتونستن با همکاری بکنن که شهرتی داشته باشند و سابقه تحصیلی بالایی داشته باشند و یا خوشقلم باشند بود، ولی در توفیق به هیچ وجه هیچ مشکلی وجود نداشت. همه میتونستن اگر ذره ذوقی داشتند با توفیق همکاری کنند. ما مطالبشون رو اصلاح میکردیم، بس خودشون چاپ میکردیم و تشویقشون میکردیم و به این نحو بود که در آخرین شماره توفیق ما بیش از 100 نفر هیئت تحریریه و شاعر و نویسنده و کاریکاتوریست تربیت کردیم و داشتیم و این بسیار مؤثر بود در پیشرفت توفیق. و غیر از اون ما نه سن شرط بود، نه سواد شرط بود، نه شهرت، ولی در توفیق شهرت بسیاری هم کسب میکردن و کسانی در بچگی اومدن در توفیق و سنهای دبیرستانی حتی بودند و یه نمونهش عمران صلاحی اصلا یه بچه دبیرستانی بود، یه مطلبی فرستاده بود و با دوچرخش آورده بود توفیق. ما بلافاصله چاپ کردیم، تشویقش کردیم و یه شاعر خیلی خوب شد. و غیر از اون همین روش سیاست بود که ما انجام دادیم از زمان مرحوم توفیق، همینطور مرحوم توفیق بزرگ همینطور بود که اکثریت تقریبا قریب اتفاق شعرا و نویسندگان و کاریکاتوریست‌های مطالب طنزآمیز و فکاهی ایران شاگرد مکتب توفیق بودند و که تعدادشون بسیار زیاد بود و اینها بعد از توفیق هم با تمام با بسیاری از روزنامه‌ها، مجلات، رادیو، تلویزیون همکاری می‌کردن، هنوز هم یادشون همکاری می‌کنن. خب حالا بپرزیم به دوران هویدا. شما چند بار توقیف شدید در زمان آقای در زمان هویدا؟ سانسور زیاد شدیم ولی یادم نمیاد که توقیف شده باشیم. اون وقت سانسور به چه شکل عمل میکرد؟ سانسور به این نحو بود که روزنامه‌های مهم و مثل توفیق و هر هفته کلمه به کلمه سانسور میکردن. ما چون سانسور قبول نداشتیم، خلاف قانون اساسی و قانون مطبوعات بود، نمیدادیم. ولی محرم علی خان همیشه میومد میشست پای ماشین چاپ توفیق، همچنین اول نسخه در میاد داغ داغ برداشت میبرد اداره سانسور و میشستن توفیق سانسور میخوندن کلمه به کلمه ایراد میگرفتن. خب حالا چون اسم محرم علی خان بردید، فقط برای بیننده هایی که نمیدونن محرم منظورتون چیه، کیه؟ محرم علی خان قدیمی ترین سانسور چی مامور سانسور بوده از زمان رضا شاه و موقعی که علی دشتی و چند نفر دیگه مأمور سانسور بودن، این کاربند اونجا بود و پادو بود بیشتر در موقع، ولی انقدر این کار کرده بود خودش کم و بیش متخصص شده بود و می بردن و اونجا ما رو احضار دعوا شروع می شد، ما رو احضار می کرد، می رفتیم اونجا یکی به دو با سانسورچی ها و ما یاد گرفته بودیم چجوری با خرس در جوال بریم و چجوری جوابشون بدیم، چجوری گیرشون بندازیم، چجوری مجابشون کنیم و از زیر سانسور یه مقدار در بریم. حالا شما میگید که هویدا توفیق رو سانسور میکرد برای اینکه شاه نتونه بخونه، منظورتون چیه؟
نه فقط شاه، اصلش مردم بودن و بعد شاه بود، ولی از نظر هویدا شاید اصل شاه بود. مسئله این بود که هویدا دوز نبود، مذهب خاصی نداشت و منتها یک اشکال عمده داشت که خیلی هم بلا سر مملکت آورد، که میخواست مثل مقام سلطنت که ثابت بود، مقام نخست وزیری هم در زمانشون ثابت بشه. به خاطر این کار حساب کرده بود که من چیکار کنم که من دیگردم، منو ملت که نیورده، مجلس هم که نیورده، آمریکا و انگلیس هم که نیورده، کی آورده؟ شاه آورده. شاه چجوری گرمی داره؟ یک، از من نترسه که من شاه میشم، دو، ببینه من نوکر صرفم. رفت بهترین کسانی که دوست داره به حساب نوکران شاه کی هستن؟ علم و اقبال. اگه اقبال میگه من نوکر غلام جان نثارم و علم رو دستم بلند شده میگه من غلام خانزادم، اصلا من میرم میگم علاز اصلا من هیچ، ما صفرم. و ما شروع کرد دنبال اینم، گفتن که من رئیس دفتر اعراضتم و اینا تمام خلاف قانون اساسی بود و ما یه فرمانده بیشتر نداریم، شخص اول داریم و شخص دوم حتی نداریم و از این قبیل تملق ها. و شاب خوشش میاد چون نمیدونه چه بلایی داره سرش میاد و این رو 13 سال نگهش داشت. و بعد آخر سر به این ترتیب بود که با کاری که هویدا کرده بود حزب ایرانی خیلی بزرگ شده بود و یک کتاب بعداً می نویسم به زودی در سال آینده انشاءالله منتشر میشه به اسم هویدا و شاه بدون معما. و این راجع به روابط خصمانه دوران آخر نخست وزیری هویداست و زمان حتی زمانی که وزیر دربارش کرده بود که خیلی مسائل هست که متاسفانه مردم برمان درست گفته نشده و نمیدونن و این یه دوران خیلی عجیب. بسیار خوب، حالا شما مراودات خیلی زیادی با هویدا داشتید و شیوه های مختلفی که میخواست به هر حال شما را از دید شما، اونطوری که شما در کتابتون نوشتید، که میخواست شما را بخره، دقیقا چی کار میکرد که، یعنی در رابطه با توفیق؟ هویدا یکم عاشق شهرت بود، چون هم گمنام ترین کسی بود که من در حسدیر شد. قبلا همه سابقه داشتن اقلا وزارتی و شهرتی در جاهای مختلف، وکالت سناتور غیره. و به خاطر این ما این توضیح قبلش خدمتتون بدم که ما با معدودی از رجال گهگاه بساب تماسی میگرفتیم، میدیدیمشون. یکی از رجالی که براش احترام قائل بودیم عبدالله خان انتظام بود که اون موقع مدیر عامل شرکت نفت بود. و یه چیزی بر من خیلی جالبه اینه که اخیراً دیدم یکی کسی که متصدی حسابای محرمانه شرکت بساب شرکت نفت هستش، به من گفتش که ما تنها جاجم سخنرانی کردیم که تنها روزنامه که از ما هیچی نمیگرفت روزنامه توفیق بود و ما همینطور دوستانه و انتظام میدیدیم. و اولی بار در دفتر انتظام هویدا دیدیم، فهمید ما هستیم، اومد و بعد پیپش هم حتی گذاشت گوشه لبش و خندید که توفیق جو نگاه کن، منم قیافم کاریکاتوری ها، منم کاریکاتور، منم تو توفیق بکشید. ما به شوخی گفتیم آیا هویدا، همونطور که میدونید ما فقط کاریکاتور نخست وزیرا رو میکشیم. به متلک گفتیم ان شاءالله هر وقت شما هم نخست وزیر شدید. ما فکر نمیکردیم نخست وزیر بشه، خندیدیم. خودش فکر نمیکرد نخست وزیر بشه، خندید. و انتظام هم اینطور خندید. بعد زد و هویدا شد وزیر دارایی. تلفن زد توفیق جون، حال درسته من نخست وزیر نشدم، وزیر که شدم اون صفحه آخر کاریکاتور ما رو بکشه. ما هم که کور از خدا چه مداشش ببینا، یه وزیر تنش بخاره و ما بتونیم بهش بند کنیم. و صفحه آخر کاراکتر کشیدیم. این که ما چاپ کردیم، بلافاصله دیدیم که رئیس دفترش خانم معرفت بود. ما به شوخی میگیم خانم بی معرفت، فرستاد دفتر توفیق 10 نسخه توفیق رو آقا گفتم بخرید. گفتم به آقا بگین که ایراج توفیق 10 برابر شد، چون یه نسخه بوده شما داد 10 برابر شده. بعد قاب کرد فلان کرد اینطوری و زد و دنبال این شد نخست وزیر. نخست وزیر که شد به ما گلگی که چه همه اومدن تبریک گفتن شما چرا خدمت ما نیومدید اینها، گفتیم که باز یه کاری که صف اول توفیق کشیدیم که هویدا داره تلفن میزنه به کاک توفیق که بعد شما که خدمت میرسید. بعد کاک توفیق میگه که ما تو صفات روزنامه توفیق خدمت شما میرسیم. بعد دنبال این به این ترتیب بود که هویدا بعد یه مدتی دیدیم رو دوستان مهمونی دیدن، بدون که با اون بگن هویدا هم هست تو مهمونی، میخواستن ما رو به حساب تو رو درواسی قرار بذارن که ما اهل این کار نبودیم و رو درواسی سرمون نمیشد. بعد
دنبالش از اون نتیجه نگرفتن، آقای هویده روز دعوت کرد ما رو که بیاید ما با هم یه چایی بخوریم. رفتیم دیدیم که اون موقع باند هویده خیلی قوی شده بود و ملق می‌زدن که داخل اون باند بشن، چون در بهشت روشون باز بود. بعد هویده پیشنهاد حرف زدی بود، پیشنهادی بود که می‌خواستم دعوت کنم بیاین تو باند ما. ما در اون گفتیم آقای هویده می‌دونید که ما اهل باند بازی نیستیم، ها 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 فلان، به شوخی و خنده برگزار شد. مدتی بعد فکرش کرد چی بگه که حساب ما رو تشویق کنه، نتونیم حرفی بزنیم، به شوخی برگزار نکنیم. باز دعوت کرد، اون دفعه رفتیم گفتش که می‌خواستم دعوت کنم بیاین تو حزب ما. حزب شد یه بعد نیستش که گفتیم که خیلی ممنون، حزب ایران نوین. بله حزب ایران نوین. گفتیم بله خیلی ممنون، ولی می‌دونیم ما تو یه حزب دیگه هستیم. گفت چی؟ حزب مردم، چون رقیبش بود. گفتیم نه، گفت چه حزبی؟ گفت حزب خران. باز به مسخره یا شوخی برگزار شد. هویدا خیلی باهوش بود، خیلی زبان باز بود، ولی با ما نمیدونه چجوری. خب حالا چون حزب خران بردین، یه توضیح مختصر راجع به این حزب خران، چون واقعا حزبی درست کرده بودین به نام حزب خران و کارت عضویتی نام صادر میکردین. بله بله. خب یه توضیح مختصری بدین راجع بهش. ارشاد که حزب خران، این بعد یه کتاب راجعش دارم مینویسم اتفاقا. این ابتدا در زمان دوره دوم توفیق، حزب خران ما در توفیق علم کرده بودیم. اون موقع بیشتر شوخی بود و متلک بود که به عنوان خریت، به عنوان حماقت موقع بود و که برای مثلا شهردار سند یک طویل خر صادر کنید. ولی در دوره بعدی سوم توفیق ما کاری کردیم به خاطر که ما رو وادار نکنن که تعریف بکنیم، به خصوص نزدیک جشن‌ها و غیره بود، ما آمدیم حزب خران مجدداً تبرز کردیم. منتها این بار زیر اون شعار سعدی که گاوان و خران بار بردار به زادمیان مردم آزار، خریت رو به خاطر اینکه اگه کسی دزدی نمی‌کرد می‌گفتن خر دزدی نمی‌کنه، اگر رشوه نمی‌گیره می‌گفتن خر رشوه نمی‌گیره، به عنوان مرحله عالی و اخلاقی یا خیلی سعد بالا معرفی می‌کردیم و آدم‌ها رو به عنوان آدم‌هایی که کار غلط می‌کنن. و در این دوره ما هدفمون این بود فقط، ولی مردم جدی گرفتن و از ما خواستن که عضو حزب بشن و بعدیم نه شوخی، ما چنین جدی گرفتن و آمدیم کارت چاپ کردیم. و اینی که بگم خدمتون، حزب خران در اون دوران جدی ترین حزب مملکت ایران شده بود. بعد آنکت پر می‌کردن، آنکت حزبی، بعد سند خریت می‌دادن، بعد کمیته خربگیری داشتیم ما، اون تصفیه می‌کرد عضویتشون رو. بعد که تصفیه شد تازه بعد می‌آمدن شهریه می‌پرداختن، حق عضویت می‌پرداختن و مراسم تألیف بود، می‌آمدن علف می‌خوردن و اینها دنبالش. حتی شعار پیدا کرد توفیق و یکی از شعاراش بود که نوشته بودیم حزب خر بهترین احزاب است، هر که باور نمی‌کند گاو است. سند خریت چی بود مثلا؟ یعنی چی بود ارائه میکردم به عنوان سند خریت؟ بعدم بله، مثلا یه افسری بود در گمرک جنوب کار میکرد، نوشته بود که در اینجا وقتی یه سرباز صفر بیاد تو این گمرک، ظرف مدت کوتاهی بسیار پولدار میشه. من الان 16 ساله تو گمرکات جنوب کار میکنم، هنوز خونه اجاره میشینم و شرفمو حفظ کردم. برش سند خریت بود. و علاوه بر این در تو این حزب اشخاص خیلی معروف خوشنامی آمدن. یکیشون اسمش الان حاضر ذهن نیستم، نماینده مجلس بود، کسی که اون حساب هشت ماه نهایت هشت نفری بودن که در مجلس دوران دوره 17 هم با ابتدا تصویر شاه رسوندن که شاه سلطنت بگن نه حکومت. این با تلگراف و حضوری و اینا آمد اعتقاد عضویت حزب خران کرد. خیلی از استاد دانشگاه عضو حزب خران بودن و جمعیت در حدود بیش از 10,000 عضو ثبت شده ما داشتیم. جالبه. خب حالا علاوه بر این که هویده شما خواست که عضو حزب بشین، که خب شرط ماجرا رو دادین که چطور برها قبول نکردین، یه وقت دیگه هم هویده به شما پیشنهاد کرد که تبدیلش کنین توفیق به شرکت سهامی. حالا قبل از اون چطور بگم بهتون، بار سوم ما رو دعوت کرد هویده که همه فکراش کرد بگید هیچ چی نتونی بگی. ما دعوت کرد، بعد گفتش که چون شما بچه های سالمی هستید بخواستم دعوت کنم بیان تو راه ما. برادر بزرگ من گفتش که شما بیا تو راه ما. یا خواهش تو کردی، خواهش هم ما میکنیم، چون ما تنها روزنامه بودیم دستون زیر ساتورشو نبود و غیر از هم نمیترسیم، از تعطیل توفیق حتی نمیترسیدیم. بعد من گفتم که آقای هویدا اجازه بدید با چند تا بچه سالم باقی بمونیم، در راه شما ناسالم. اینطور که شد بسیار عصبانی شد و به
وقتی اختلاف خیلی بالا میگره با هویدا دیگه وزارت اطلاعات و سواک و شهربانی واسه مذاکرات نبودن. از طرف هویدا رفیق و همشگردی سابقش و وزیرش دکتر مجید رهنما بود که انسان بسیار شریفی بود و از طرف توفیق من بودم چون رفیق مجید بودم. دیدم که مجید تلفن میزنه و میگه که توفیق جان امیر یعنی امیر عباس هویدا خیلی ناراحت شده و گفته که بگو بهشون که اگر با ما نیان همکاری بکنن من دکون جلد دکونشون باز میکنم با همه اصلاح آمیان. گفتم برای که ما خیلی ممنون میشیم. هویدا روش خیلی خوب بود. دیدیم که دو روز بعد مجید تلفن میزنه توفیق جان امیر پرسی بباس چرا خوشحال میشن. گفتم که سوال خوبی کردن. به خاطر اینکه الان مردم فکر کنن که وقتی ما مینالیم از سانسور، توقیف و غیره، میگم بله دیگه روزنامه فوکای و طنزآمیز در آوردن اینا هم داره. و فکر کنن نمیشه که این کار کنه. ولی وقتی یه روزنامه نوکر دولت در میاره فوکایی، میبینه که میشه نوکری هم کرد. و این ما هم که نمیکنیم. غیر از اون الان فکر کنن که آقای هویدا دموکرات میخواد ما اجازه میدون بنویسیم یا رژیم دموکرات، که اینطور نیستش. و اون موقع میفهمه که این ما هستیم که این کارو میکنیم. باور نکرد و رب با بودجه محرمان نخست وزیری یه امتیاز که خلاف قانون بود چون باید به لیسانس داشته باشه به یکی از کاریکاتوریستا که کاریکاتور خیلی خوبی هم بود به اسم محسن دولدو امتیازی داد به اسم کاریکاتور بجل کاریکاتور و با بودجه نخست وزیری نخو بهرمانش بسیاری از کاریکاتوریستا شعرها نویسن تو بیو خرید و بعد اون در آورد خیلی مجله شیک هم در آورد ولی به علت روشش و شکست مواجه شد و غیر از اون تیراژ روزنامه توفیق بسیار رفت بالا چون مردم تازه قدر ما تونستن و در شهرهایی بود که 600% اضافه شد تیراژ توفیق و هویدا از این مسئله خیلی عصبانی شد آمد بار آخر تهدید کرد که به توفیق بگو و دکتر مجید رهنما به من گفت که و امیر گفته که اگر همکاری بکنید همه کاری که میکنید به خاطر روزنامه توفیقه خود همون از تو میگیرم شما همه شرط ما رو میپذیرید. گفتم که بهشون بگید که ما اگر توفیق کتبی رو توقیف بکنه توفیق شفاهی رو در میاریم. باز پرسته بود که چرا فایدهش چه بود. گفتم به خاطر که توفیق شفاهی رو شما نمیتونید سانسور بکنید همونطور که نتونستن و دنبالش گفتش گفتم غیر از اون بهشون بگید که ما اگر توفیق رو توقیف بکنن یه چیز از توفیق بر ما عزیزتره که ساعت ممکن توفیق هم فدای ما کنیم. باز پرسید چی بوده اون. گفتم مجید جان یه حرفا رو میزنی پا روش بذاره چون نمیتونه به تو بگم. گفت چی؟ گفتیم بخواب بید بهش که ما یه تتم شرفی داریم که اگر ادامه انتشار توفیق با نوکری دولت باشه و بدنامی ما مطمئن باشیم که فدا میکنیم توفیقه فراموش میکنیم و البته باور نمیکرد چون معتقد بود به دارالشمول هم گفته بود توی کتاب معمای هویدا نوشته شده که هویدا معتقد بود همه خریدنی هستن فقط بعد نرخشون رو به دست آورد. نمیتونست تصور کنه یه روزنامه یه مؤسسه مطبوعاتی با اون عظمت با اون محبوبیت با اون تیراژ بیاد وایسه و حاضر نشه که همکاری بکنه به هیچ قیمتی و ما وایسادیم و قبول نکردیم. توقیف شد. بسیار خوب. ما خیلی فرصتمون کمه. فقط این حربه آخر آقای هویدا این بود که در واقع شرکت سامی بشه و شما سامش رو خودش بخره. درسته؟ بله. آمد توفیق توقیف کرد. ما توفیق توقیف کرد و بعد وقتی ما محل نداشتیم پیشنهاد کرد که بیاید آقای هویدا امین عباس هویدا وزیر اطلاعات گفت پیشنهاد کردن که بیاید توفیق رو به صورت شرکت سهامی در بیاد که به این صورت نبود توفیق و 51% سهام رو آقای امین عباس هویدا میخرن اینقدر میلیون تومان که اون موقع میلیون خیلی بود و غیر از اون ماهی به هفته 250,000 تومان آگهی نظار میدیم به شما که اونم داستانی بود که خلاص چاپ نکنید ولی پولشو بگیرید و اینقدر دستخوش میدیم به شما. ما گفتیم اینجوری فکر کنیم. اینا خیلی خوشحال شدن باکه یک شمیری که بشه قبول کنیم دیگه ولی ما خواستیم سوژه فکر کنیم در چه سوژه فکر میشد. یه نامه رسمی به وزارت اطلاعات نوشتیم عطب جلسه فلان مذاکره پیشنهاد کردید که ما شرکت سهامی تشکیل بدیم ما قبول کردیم و شرکت با هر سباس تشکیل دادیم. اگر شما مضمون شما هر سباس رو قبول دارید و شرکت با هر سباس رو همون که قدرت 24 ساعته تو رو آزاد کنید. دیدیم وزیر تلفن میزنه نه اشتباه شده سوء تفاهم شده ما مقصودمون نبود
با حضرت عباس شریک بشید، مخصوصا با امیر عباس بشید. گفت ما با امیر عباس، با حضرت عباس، ولی با امیر عباس حاضر نیستیم با شریک بشید. خب بالاخره همه این تلاش ها به جایی نرسید، چون وقت اون کم یه خود درز میگیرم سعی میکنم خیلی سریع بگذاریم از این بخش. و بالاخره در سال 1350 توفیق توقیف شد و شما خیلی تلاش کردید، از جمله تلاشایی کردید که سند و چیزایی به دست بیارید که ثابت بکنید که این کار غیر قانونیه. و شما این سندا رو چطور به دست آوردید؟ خیلی کوتاه توضیح بدید نمیشه. آره، چون توقیف غیر قانونی بود، خلاف قانون مطبوعات خودشون بود و خلاف قانون اساسی بود و فقط دادگاه میتونست یه روزنامه توقیف بکنه و همچی کاری انجام نشده بود، من با بردام صحبت کردم که ما باید سند گیر بیاریم که کار خیلی مشکلی هم نمیدون سند. گفتم من تهیه میکنم و با یه بخشنامه من تهیه کردم از طرف روزنامه توقیف برای تمام شهربانی های سراسر کشور فرستادم که به طوری که نماینده ما خبر میده در روز فلان تاریخ فلان اونش درست بود، ماموران اون شهربانی خود سرانه بدون دستور مرکز ریختن، دستور درست نبود و هزارها توفیق و غیره رو جمع کردن بردن و این سیگه ببینید چرا یک کار خلاف قانون انجام شده. من گفتم به بردم که یه رو نفر اشتباه کنه و خریت کنه و اینو جواب بده، ما برنده سند دست اون آده. بلافاصله دیم هفته بعد یه آجان شیره ای اومده بود، سلام بالا گذاشته اینا، نامه ورده محرمانه مستقیم. باز هم دیدیم که همون رئیس یکی از شهربانی ما رامسر بود، نوشته که جناب توفیق والا این نماینده شما کذاب دروغ میگه، این شهربانی هرگز خود سرانه کاری نمیکنه، ما در تاریخ بلند طبق دستور رمز محرمانه اداره اطلاعات شهربانی مرکز چیز جمع‌آوری کردیم و اینم رسیدی ما مأمور و با امضای ماموران که جمع کردن و از این قبیل چند تا دیگه دست ما رسید و ما تونستیم با این با مکافاتی با خیلی درایتی تونستیم ما این شکایت رو ثبت کنیم، نه به عنوان اینکه خلاف سیاسیه بلکه به عنوان ضرر زیان که ما یه مقدار ضرر خورده. و وقتی اینم ما ثبت شد هویدا دیوانه شده بود و با وزیر اطلاعات صادق احمدی دعوا مرافعه که اینو برای چی را دادیم، پاره کنیم برید این جلوشون برن پلیتور، که گفته بود که صادق احمدی و دادگستری گفته بود که اینا و اینجا دادگستری اداره دولتی نیست، صدای قضات در میاد، باید یه ترتیباتی بدیم و اون ترتیبات این بود که بهشون جلسه بکنن که باساج خیلی مفصله تو کتاب من همش هست. خیلی مفصل توضیح دادی، سند مدرک هم چاپ کردین در کتابتون آوردید و بالاخره توقیف شد و دیگه از سال 1950 دیگه توفیق هیچ وقت منتشر نشد. کتابی که من اخیرا منتشر کردم و خدمتتون بگم، یکیش همین کتاب چرا توفیق را توقیف کردند است که من 25 سال رو این کار کردم و 700 صفحه است و تمام زوایای این داستان توقیف آخری توفیق، توفیق همیشه توقیف همیشه توفیق توش هست. و یک کتاب دیگه که اینو نشر هرمس چاپ کرده در ایران، کتاب دیگه من فابلای توفیقه که یه کار من خواستم بعد توقیف توفیق یه کار موندنی بکنم و اینها رو نوشتم، سبک فابلای لافونتنه. و یک کتاب دیگه مجموعه به حساب داستانهای طنزآمیز منه که شادروان عمران صلاحی از من اجازه گرفت و جمع‌آوری کرد که اینو چاپ بکنه که متأسفانه فوت کرد و من تمومش کردم. و این دو کتاب من رو هم نشر مروارید چاپ کرده و یک کتاب سوم هست که جلد دوم چرا توفیق رو توقیف کردند هست که این اسمش از توفیق چگونه توفیق شد. اون تو رقم رفت جلو یک کتاب 600 صفحه روی اینم خیلی من کار کردم و اینو نشر نو و آقای جعفری پسر مرحوم جعفری امیرکبیر چاپ کرده و همین دو هفته آینده منتشر میشه. و کتاب آخریم هم که الان دارم مینویسم و سال آینده منتشر میشه تحت عنوان هویدا و شاه بدون معما و یه سوتیتر هم داره. برها خیلی خیلی فعال بودید تو این زمینه تو این مدت و کتابای متعددی نوشتید. آقای توفیق، شما با توجه به محبوبیت نشریه توفیق هیچ وقت بعد از انقلاب به فکر افتادید یا تلاش کردید که دوباره منتشر بکنید؟ قبل از انقلاب موقع شریف‌نامه نخست وزیر شد و فضای باز سیاسی نسبتاً اعلام کرد، این مسئله پیش آمد که بیایم همچی کاری رو بکنیم. برادر من به هم گفتن این مسئله رو، من مخالفت کردم و
گفتم ما یه دفعه ضربه خوردیم، آینده معلوم نیست که بهتر از گذشته باشه و دوبار ما نباید ما اشتباه کنیم و ضربه بخوریم و بالاخره این به اینجا توفیق تا منچر نکردیم و خیلی فشار آوردن همکارای توفیق، شاگردای من تو دانشکده روزنامه نگاری ما به حساب میلیون غیره و غیره، ولی ما قبول نکردیم و هیچ وقت دیگه منچر نشدیم. چیزایی به زیادی به اسم توفیق منچر شد، توفیق دیدار، توفیق شنیدار، غیره که اینا هیچ کدوم به حساب به ما ربطی نداشت و یخشم نگیرم. بسیار خیلی متشکرم آقای عباس توفیق، ممنون از شرکتون در برنامه. ممنون از شما. مرسی، قربان برم.